من به شما عرض بکنم فرض ما این بود و هست که این رقابتی که وجود دارد بین چهار نامزد انتخابات، این رقابت میان افراد و جریانهای متعلق به نظام اسلامی است. اینی که دشمنان سعی می‌کنند در رسانه‌های گوناگون که غالباً هم این رسانه‌ها مال این صهیونیست‌های خبیث و رذل است، سعی می‌کنند اینجور وانمود کنند که دعوا بین طرفداران نظام و مخالفان نظامه، نخیر، اینجوری نبود. اونها غلط می‌کنند، این حرف رو می‌زنند، این واقعیت نداره. این چهار نفری که وارد عرصه این انتخابات جدی شدن، همه‌شون جزو عناصر نظام و متعلق به نظام بودن و هستن. خب یکی از اینها رئیس جمهور کشور ماست، رئیس جمهور خدوم، پرکار، زحمتکش، مورد اعتماد. یکی از اونها نخست وزیر 8 سال در دوران ریاست جمهوری خود بنده است، رئیس نخست وزیر خود من بوده در مدت 8 سال. یکی از آنها فرمانده سپاه در سالهای متمادی و یکی از فرماندهان اصلی دوران دفاع مقدس بوده است. یکی از اونها 2 دوره رئیس قوه مقننه کشور بوده است، رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است. اینا عناصر نظامند، اینا همشون متعلق به هاشمی رو همه میشناسن. من شناختم از ایشون مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت‌های بعد از انقلاب نیست. من از سال 1336، یعنی 52 سال قبل، ایشون را از نزدیک میشناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت بود در دوران مبارزات. از مبارزین جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی بود در کنار امام. بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. بارها تا مرز شهادت این مرد پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خودش رو صرف انقلاب میکرد، به مبارزین میداد. اینا رو جوانها خوبه بدونن. بعد از انقلاب ایشون مسئولیت‌های زیادی داشت. 8 سال رئیس جمهور بود، قبلش رئیس مجلس بود، بعد مسئولیت‌های دیگری داشت. در طول این مدت هیچ موردی رو سراغ نداریم که ایشون برای خودش از انقلاب یک اندوخته‌ای درست کرده باشه. اینا یه حقایقی است، اینا رو باید دانست. در حساس‌ترین مقاطع ایشون در خدمت انقلاب و نظام بوده. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست، در مسائل گوناگون. ولی مردم نباید دچار توهم بشن.